سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز برنامه های مسابقات پهلوان. این بار برگشتیم، من و آرش عزیز، دوست همیشگی من و همراه همیشگی ما در مسابقات پهلوان. آرش جان خوبی؟ عرض سلام و ادب خدمت همه طرفدارای رشته مهیج زیبای MMA، همه بینندگان. خوش اومدی آرش. آرش، اتفاقای خوبی افتاده، MMA تو ایران بالاخره قانونی شد، این بار ما قانونی برگشتیم. خیلی تبریک میگم هم به شما هم به همه کسایی که طرفدار و ورزشکار MMA هستن. بسیار بسیار عالی. خیلی سریع میریم سراغ اولین فایت آماتوری که داریم. دو تا جوان داریم از دو تا خطه مختلف ایران، یکی از مازندران و اون یکی از لرستان. نظرت چیه؟ این دو تا شهر همیشه پتانسیل خوبی داشتن تو رشته‌های رزمی. دقیقاً. خیلی دوست دارم که این فایت رو ببینم. البته که این رقابت آماتور هست و با قوانین آماتوری برگزار میشه. چیزی که خیلی برای من جذابه اینه که یکیشون از مازندرانه، از ارتفاع سطح دریا. ما هم الان در کنار دریا هستیم، یه سطح انرژی فوق‌العاده بالا. یه نفر از لرستان هست از ارتفاعات و میخوام خیلی خیلی مشتاقم ببینم اون چیزی که من دنبالشم رو اینجا میبینم یا نه. امیدوارم اون چیزی که من تو دوست داریم رو ببینیم اینجا. خب اولین فایتر رو میخوام دعوت کنم، چون از باند آبی کیج هستش، کسی نیست جز آقای ابراهیم چهره‌گشا. دعوت میکنیم تشریف بیارم. آقای چهره‌گشا اومد، به نظر چغر می اومد، نظرت چیه؟ خیلی عالی، خیلی جنگنده، جسور، جوان. میبینیم که داره وارد قفس میشه. خب حالا میخوام دعوت کنم از حریف ایشون، آقای علیرضا مهراب. علیرضا مهراب بار دیگه. اما
ماگوشی قرمز کیج، قد 1.75 متر، وزن 61 کیلوگرم، شهر درود لرستان، تیم MS تیم، جناب آقای علی رضا مهراب. دوباره این مسابقه هیجان انگیز، جناب آقای میلاد اکبری. تمام قوانین رو میدونید درسته؟ ضربه آرنج، ضربه زانو مطلقا خطا، دست به کیج نمیزنید، دست به پیرن، دست به شورت اصلا ضربه نمیزنید. اخطار میدم. سوالی نداری؟ راند وان، سلام خدمت همه بینندگان، من آرش کریمی هستم در خدمت شما. ببخشید که با تأخیر شروع کردیم، یه تکتان ناموفق. دوباره سر پا مهراب حمله کرد برای زیرگیری، ولی پانچ یه زیر ناموفق، سر پایین میاره توی گارد، هنوز گارد کامل نشده، تو هفت گارد هست، سعی داره باند قرمز پاس کنه گاردو، کنترل نصف و نیمه از هر دو طرف توی باترفلای. مهراب کنترل کرده، یه دابل سویپ، دابل لگ سویپ، سر پا، یه فریم ناموفق از گیوتین، تیک داون با باند قرمز. شاهد هستیم که باند قرمز به نظر من گراپلر بهتریه، کاملا کنترل میکنه. رضا مهراب داره سعی میکنه هدام رو فیکس کنه، داره سعی میکنه پاس کنه، اگه پاس کنه به اسکارفولد میتونه خطرناک باشه. پوزیشن رو داره کامل ست میکنه، دست رو فیکس میکنه، نه هنوز افکار دامنت پوزیشن، چند تا مشت چپ و راست نسبتا ضعیف، چهره گوشام خوب دفاع میکنه. گاردو میبینیم که رها کرده چهره گوشا، پاهاش کاملا آزاده. اگه میاد روی مانت، به راحتی رضا مهراب روی مانت میشینه، پاشو فریم میکنه، میاد دوباره روی سایت کنترل، میاد جهت رو عوض کنه. چهره گوشا فکر میکنم که با پای راستش مسلطه، یه مشت نصف و نیمه از هر دو، کنترل کاملا با مهرابه توی فول گارد، سعی داره پاس کنه، خیلی شلخته پاس میکنه به نورساد. مهراب نباید لثه‌شو اینجوری شل کنه تو دهنش، تو قوانین آماتوری نباید لثه دهنش خارج بشه. پین فایت، سر پا، خیلی خسته، یه زیر دفاعی از مهراب، داره میاد پشت، خیلی خوب فریم کرده، اگه بتونه بیاد بالا کامل تکتان عالی، تکتان استاندارد. 10 ثانیه آخر ران، یه ضربه مشت راست، ضربات زیاد موفق نیست و داره سعی میکنه کیمورا ستاپ کنه، کیلاک و پایان راند اول. هر دو فایتر میرن به سمت کورنر خودشون. کاملا مشخص بود که مهراب برتری تکنیکی داشت این مبارزه. همونطوری که عرض کردم توی آنانس پیش از ورود، فایتری که سطح دریا مسابقه داده باشه شرایط براش نرماله، ولی فایتری که تو ارتفاع مسابقه، یعنی تمرین میکنه و میاد توی سطح دریا، پرفورمنس بهتری داره، چون میزان گلبوله قرمز تو خونش خیلی بیشتره،
میزان اکسیژن گیری بهتری داره. به نظر میاد که دلگوشا خسته نشده، بیشتر مهراب خسته شده، ولی توی انفجارها مهراب موفق تر بود چون میزان اکسیژن بیشتری تو خونش آزاد میشه. البته این پیشبینی و نظر منه، کوچ ها رو خارج میکنن، راند دو داره آغاز میشه. میبینیم که تو کورنر دلگوشا علی یوسفی هست، علی یوسفی هم خارج میشه، در کیج بسته میشه و داور وسط میلاد راند رو آغاز میکنه. شروع راند استنداپ. به عنوان یه فایت آماتور درگیری ها خیلی زیاده مشاهده میکنیم، ولی تو فاصله سنجی یه ذره مشکل دارن، یه کراس ناموفق، یه زیر ناموفق مهراب. میبینی که انفجاری تر فایت میکنه، یه تکتان موفق از چهرگوش ها، یه دایو ناموفق برای بک میکنه. خیلی چشپسته چهرگوش ها عمل میکنه، با اینکه شرایط محیطی براش خیلی آماده است. رو ترتل بک ببینیم میتونه کنترل کنه، ریکاور رو گارد. مهراب با سر پایین سعی داره پاس کنه، حالا سر میاره بالا، سعی داره با البو کنترل و بک استپ داره پاس میکنه. از اون سمت چهرگوشا داره سعی میکنه فریم کنه کیلاکو کیمورا رو، نتونست. مهراب میاد تو سایت کنترل، پاس میکنه به سایت کنترل. همونجور که در تصویر مشاهده میکنید پشت کورنر رئیس فدراسیون ورزش رزمی هم نشسته آقای بهتری. مهراب روی مانت، کنترل بهتر، فنس اسکیپ صحیح داره انجام میده. دل چهرگوشا درسته، قدم زدن روی کیج درسته، ولی اگه پاشو داخل فنس بکنه، یعنی انگشتاشو بکنه داخل فنس یا پاشنه رو، خطاست. مجدد ریکاور میاد بکنه هفگارد. مهراب دوباره روی مانت. مهراب مسلطه، میدونه که باید تو چه پوزیشنی کنترل کنه و چه جوری امتیاز بیشتری از راند رو بگیره. برای فایت آماتور حتما شما باید بدونی قواعد امتیازگیری رو و اینکه چجوری لحظات راند رو به نفع خودت پیش بیاری. مجدد سایت کنترل. سایت کنترل نیست، سایت ماونت حساب میشه این حالت. حالا برای اینکه علاقمندان بیشتر آشنا بشن میتونن اصطلاحات رو سرچ بکنن، در گوگل تفاوتاش رو ببینن. یه فریم روی گردن، میتونه یک کرنک انجام بده. چرا پاس میکنی؟ پاس میکنه به سایت موفق، میخواد که هدارن بگیره. قشنگ کاملا مشخصه رو ماونت، دوباره روی ماونت داره امتیاز سیو میکنه مهراب. مهراب مشخصه که تامین آماتوری موفق تری داشته. روی ماونت، ماونت رو باید بیاره های ماونت که بهتر. این حالت فایترها 7 تا 8 تا مشت پشت هم بزنن بازی به نفعشون تمومه. تو فایت آماتور شما اگر چنین کنترلی داشته باشی 7 8 ضربه بزنی باید داور جدا بکنه. یه ریکاور سر پا، دقیقاً تو آخرین لحظات تونست چهرگوشا از اون موقعیت بیاد بیرون. یعنی فکر نمی‌کنم چیزی نمونده بود. دیدید که داور کاملا نزدیک شده بود که پایان بازی رو اعلام کنه. دوباره تو سایت کنترل نزدیک بود یه فریم آرنسی هم ستاپ کنه مهراب. در ثانیه پایانی از راند دوم میره برای امریکانا یا ویلاک، ناموفقه، زیاد فریم خوبی نداره. مجدد ماند، مجدد این دوران به نفع مهرابه، کاملا مشخص، برتری کامل این راند. کوچ مهرابو نمیشناسم، ولی کوچ آقای چهرگوشا علی یوسفی هستش. فایترهایی که آماتوری تمرین میکنن باید بدونن چجوری امتیازها رو برای خودشون تو راند ذخیره کنن. نکاتی رو داره گوشتت میکنه علی یوسفی. اون سم به نظر کورنر مهراب حرفه‌ای نمیاد، باید حتما با حوله با آب بیان داخل قفس و دمای بدن مبارز رو کم کنن. فکر میکنم که یه لباس هم عوض کردن برای مهراب. آماده است این راند سوم شروع بشه. فکر کنم استراحت بین راند خیلی طولانی تر از اون چیزیه که باید باشه.
راند سوم. چهره گوش اگه میخواد بازی رو ببره فقط تنها راهش اینه که سابمیت کنه، چون دو راند امتیازی برده. مهرابین راند رو حتی اگه کنترل کنه یا کامل کتک هم بخوره اتفاق خاصی براش نخواهد افتاد. خب میبینیم فایت داره استنداپ ادامه پیدا میکنه، مشتای سنگین ولی بی هدف، یه زیر روی بلاک هفت میدل چهره گوشا، دوباره روی مانت، بدترین موقعیت کنار کیج، 6 تا 7 تا مشت بزنیم مهراب بازی تمومه. میبینیم که فنس اسکیپ میکنه چهره گوشا، به این فنس اسکیپ میگن راه رفتن رو دیوار یا واکینگ آن دی وال. داره ستاپ میکنه مهراب برای آرمبار، آرمبار رو خیلی تمیز ستاپ نکرد، خیلی بد بود، خیلی شلخته. دوباره میاد بالا، کنترل، هد کنترل. چهره گوشا فقط اون زیر رو گرفته که یه جورایی از زیر ضربات در بره، فشار کارو کم کنه. هدام کنترل، ببینیم پاس میکنه یا نه. مهراب از این جهت که بازی رو تو کنترل خودش در میاره خیلی عالیه. این فایت آماتوری رو باید غنیمت بشموره. فایت آماتور فرصت بسیار عالی هست برای مبارزین که نقاط ضعف خودشون رو بشناسن، برطرفش کنن، به خصوص فایترهایی که از رشته‌های پایه متفاوتی وارد میشن. توی فول گارد چهره گوشا هست مهراب، چند ضربه با سر پایین، ضربات عالی. اجازه ندارن از آرنج استفاده کنن توی آماتور و دستکش‌های آماتوری هم همونجوری که مشاهده می‌کنید یه گارد پورتری داره نسبت به دستکش‌های حرفه‌ای. چند ضربه مشت توی بدن، توی صورت با دست راست. مهراب برای اینکه دفاع کنه از سرش کاملا سر رو به سینه چسبونده، دوباره سعی می‌کنه که پاس کنه، گارد رو باز می‌کنه سر پا، چند تا آپکیک ناموفق، خیلی بلند شدن فوق‌العاده مزخرفی دیدیم از چهره گوشا. تکتان عالی از مهراب، کاملا از فنس کمک گرفت برای اینکه تکتان کنه، کمک درست صحیح، تکتان صحیح. دوباره روی سایت کنترل. طبق رانده یک و دو هنوز مهراب با کنترل کامل داره مسابقهش رو پیش میبره. چیزی که من میبینم، فکر میکنم که اتفاق خاصی بیفته، مهراب توانایی تموم کردن مسابقه رو نداره، یعنی برای سابمیشن زیاد فینیشر خوبی نیست، برای ضربه زدن هم اگه بتونه کنترل بهتری نگه داره با 7-8 ضربه میتونه به راحتی مسابقه رو به نفع خودش تموم کنه. 3-4 ضربه متوالی به سر، باید همون سمت سر رو ادامه بده، داور آماده است که مسابقه رو استاپ کنه، دنبال اینه که فریم کنه برای امریکانا. 10 ثانیه آخر، یه فنس اسکیپ دوباره، واکاندوال باز میکنه مهراب پاهاش تمام، خیلی با پاهاش بهتر کار میکرد مهراب، فاصله روی خاکش رو عالی تنظیم کرد و تمام. تمام، طبق قانون البته برگای داوری رو جمع میکنن، نگاه میکنن، بالاخره امتیازها باید شمارده بشه، مبارزین باید بدونن که چطور امتیاز جمع آوری کردن، مربیاشون میتونن حتما از طریق این برگه های کنترل امتیازی در مورد فایترهاشون یک پردیکشن کاملی انجام بدن، آمادهشون کنن برای مسابقات حرفه‌ای آینده. میرن برای اعلام نتیجه.